یکی از سوالاتی که خیلی از زبان آموزا همیشه میپرسند این است که چرا من نمیتونم صحبت بکنم. من خیلی لغت میدونم، خیلی جمله میدونم، گرامرم خیلی خوبه، ولی نمیتونم صحبت بکنم. ببینید دوستان، قانون ساده‌ای وجود داره، قانون ورودی و خروجی. شما در ازای ورودی که به ذهنتون وارد میشه، ورودی مثل خوندن و گوش کردن، باید خروجی نیز داشته باشید. خروجی در ازای گوش کردن صحبت کردن است و در ازای خوندن نوشتن. شما اگر طبق روال قبلی و یا روش‌های قبلی که خودتون استفاده کردید بخواید ادامه بدید، قطعاً به موفقیت نخواهید رسید. همیشه این قانون رو رعایت بکنید. آیا در ازای ورودی که دارید، آیا در ازای فایل‌هایی که به عنوان منابع لیسنینگ از اونها استفاده می‌کنید، آیا خروجی دارید؟ آیا اسپیکینگ دارید؟ بدون شک اگر پاسخ شما منفی است، باید در موفقیت خودتون در صحبت کردن شک بکنید. در اینکه مغز شما، زبان شما، دهان شما بتونه اون خروجی رو بیان بکنه، باید شک بکنید. چطور انتظار دارید کلی از داده ها رو، کلی از اطلاعات رو به مغز خودتون بدید ولی بدون اینکه ذهن و زبان و عضلات دهان و عضلات همچنین زبان شما آمادگی بیان اون رو نداشته باشه، بتونید اونا رو در مواقع لزوم و وقتی که لازم میشه صحبت بکنید اونا رو بیان بکنه، طبیعی است اتفاق نخواهد افتاد. با این سیستمی که عرض میکنم خدمتتون، همیشه تو ذهنتون داشته باشید، سیستم ورودی و خروجی. این قانون ساده رو یاد بگیرید و رعایت بکنید. باور بفرمایید بعد از بازه زمانی بسیار کوتاهی، حتی دو هفته، حتی یک ماه، خواهید دید چقدر پیشرفت بسیار شگرفی در یادگیریتون و ارائه خروجی در صحبت کردنتون، در نوشتارتون خواهید داشت و باعث خواهد شد که بسیار بهتر و مؤثرتر از گذشته پیشرفت بکنید و بهبود حاصل بشه براتون. که اگر از یک فایل ساده صوتی بسیار آرام، بسیار ساده میخواید شروع بکنید، اشکالی نداره، یادگیری عمیق رو لحاظ بکنید، بارها و بارها گوش بدید، آروم آروم شروع کنید بیان بکنید. اگر همش رو یک باره نمیتونید، اگر همه جملات رو نمیتونید، اشکالی نداره، از کلمات شروع کنید، از جملات بسیار ساده استاق بکنید بین فایل صوتی، بارها و بارها گوش بکنید. من در پیج انگلیسی مسابقه خوردن همیشه این رو به بچه‌ها میگم که رعایت بکنید، بارها گوش بدید، مخصوصا منابع شنیداری اگر قرار داده میشه یا از منابع شنیداری که در سایت براتون قرار داده شده، همیشه این رو گفتیم که بارها و بارها باید گوش بدید، رو موبایلتون بریزید، رو تبلتتون بریزید، رو کامپیوترتون یا هر دستگاهی روی MP3 پلیرتون بریزید، بارها و بارها گوش بدید، سعی کنید بیان بکنید. بیان بسیار مهمتره. تا زمانی که اون اطلاعات ورودی رو به خروجی تبدیل نکنید و بر روی زبانتون نیارید، بر روی دهانتون نیارید، بدون شک موفق نخواهید بود و در این راه به بهبود و پیشرفت نخواهید رسید. از شما خواهش میکنم انرژی و زمان خودتون رو تلف نکنید و همیشه خروجی نیز در ازای ورودی و اطلاعاتی که کسب میکنید، چه فایل های صوتی شنیداری، چه منابع خوندنی که به عنوان ریدینگ استفاده میکنید، حتما در ازاش رایتینگ داشته باشید، اسپیکینگ داشته باشید، در مورد اون موضوع فکر بکنید. فکر کردن به اون موضوع به انگلیسی بسیار مهمه، سعی بکنید بیان بکنید. آروم آروم که بگذره میبینید که ناخودآگاه در لحظه هایی اون مطالب به ذهن شما میاد، میتونید اونا رو مرور بکنید تو ذهنتون. هر چند قسمتی از اون متنی که گوش کردید یا قسمتی از اون متنی که خوندید به ذهنتون میاد، ولی آرام آرام آدرس دهی در ذهن شما شکل میگیره و تکمیل میشه و خواهید دید که بعد از گذشت زمان بسیار اندک میتونید صحبت بکنید، میتونید بنویسید بسیار بهتر، بسیار عالی‌تر از گذشتتون و به پیشرفت خواهید رسید. منابع کامل شنیداری در مجموعه سوم آموزشی در بسته آموزشی انگلیسی مستاب خوردن کامل براتون در سطح‌های مختلف از سطوح ابتدایی و بسیار ساده تا سطوح پیشرفته براتون آماده شده، همراه با متن، یعنی هم متن رو دارید هم فایل صوتی رو دارید، قرار داده شده. ضمن اینکه از مجموعه دوم که به صورت فیلمی هست هم میتونید استفاده بکنید. در مجموعه انگلیسی مستاب خوردن که مجموعه اول آموزشی است، روش‌ها و تکنیک‌های مؤثر در فراگیری صحیح و
اصولی زبان رو براتون گفتیم. اگر دوست داشتید میتونید این مجموعه آموزشی و این بسته آموزشی رو تهیه بکنید. بسیار نتیجه گرفته شده. امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارتون باشه و همینطور هم هست.